سلام در این ویدیو میخوایم با هم دیگه حرف ربط وایل که به معنی زیرا چونکه به دلیل اینکه هست رو با هم دیگه کار بکنیم خب این دو تا جمله رو نگاه بکنید اول ایس نیشتا یعنی اون الان اینجا نیست ایس اکلتت اون سرما خورده حالا ما میخوایم این دو تا جمله رو با هم دیگه وصل بکنیم بگیم اون اینجا نیست چونکه که سرما خورده است یا به دلیل اینکه سرما خورده است در اینجا بس از حرف ربط وایل استفاده بکنیم چطوری؟ جمله اول که ثابت ایس نیشتا بعدش یه کما میذارید بعد می نویسید وایل نکتش اینه که جمله دوم فعلش که ایست هست بسی بیاد آخر جمله یعنی ایس نیشتا کما وایل ای الکلتد است وایل ای ایس الکلتد اشتباه است دقت بکنید دوستان همیشه فعل موقعی که وایل شما استفاده میکنید باید بیاد آخر جمله قرار بگیره به جمله اولی میگن هاپتزاتس یعنی جمله اصلی و به جمله بغلش میگن نبنزاتس یعنی جمله کناری حالا توی این مثالا نگاه بکنید خب ویزین سو هاوز گبلیبن ما خونه موندیم یه کما میذارید ویل است den ganzen Tag geregnet hat. یعنی ما امروز خونه میمونیم به دلیل اینکه امروز تمام روز بارون بارید خب نگاه بکنید دوستان ویزین سو هاوزی که ما تو ویدیو قبلی با همدیگه کار کرده بودیم دوستایی که ندیدن میتونن برگردن عقب نگاه بکنن بعدش کما گذاشیم بعد وایل بعد جمله بغلی چی بوده قاعدتا اس هات دن گانسن تاگ یعنی تمام روز بارون بارید ولی حد که فعلش هست میاد در حقیقت آخر جمله قرار میگیره جمله بعدی ایش کام نیشت سو شوله ول ایش من فردا نمیام به مدرسه به خاطر اینکه یک نوبت دکتر دارم جمله اول هابت ثابت میونه من نمیام مدرسه چرا؟ همیشه هم سوالش اینه که چرا به چه دلیل این در شما میخواد یک دلیل اون جمله قبلی رو همیشه بیان بکنید که باید از وایل استفاده بکنید جمله دوم قاعدتا بوده ایش با این آتستمین یعنی نوبت دکتر داشتم ولی هابش که در فعلش هست میاد آخر جمله قرار میگیره به دلیل وایل جمله بعدی "Ich lerne Deutsch, ایش این Deutschland arbeiten مشته من آلمانی یاد میگیرم به دلیل اینکه میخوام در آلمان کار بکنم اینجا هم دقیقا من سالت بالاست جمله اول ثابته من آلمانی یاد میگیرم چون که زیرا به دلیل اینکه من در آلمان میخوام کار بکنم ماشته اومده آخر قرار گرفته وایلیش ماشته این دوشان آبایتن اشتباس فراموش نکنید هر موقع وایل بود بسی ببرید فل رو ته جمله بذارید خیلی دوستان هم میگن که نه خیلی هم استفاده میکنن بعد از وایل میگن وایلش ماشته فلان چیز ولی خب درست یه شما استفاده میکنن ولی خب اشتباه است به همین دلیل به همین سادگی خب حالا جمله بعدی میخوایم بگیم که من باید ورزش بکنم چون که پنج کیلو چاق شدم وزنم اضافه شده ایش شپورت غایبن شپورت خایبر هم دوستان یاد بگیرید شپورت ماخن هست ولی سطحش پایین دوستایی که بفرز به فرض به یا به اتفای دارن اگه بگن شپورت قایبن خیلی قشنگ تره "Ich muss شپورت خایبن ویل ایش فونف کیلو zugenommen habe." به را که من پنج کیلو وزنم اضافه شده یه ویدیو دیگه هم گذاشته بودیم راجع به تون من و اپنیم یعنی اضافه وزن گرفتن و وزن از دست دادن دوستایی که ندیدن میتونن برگردن اقعا ویدیوها رو مشاهده بکنن خب دوستان به همین راحتی شما میتونید از این گراماتیک آلمانی که به زبان ساده بیان شد استفاده بکنید برای بیان جملاتتون پس قانونش چی بود؟ هاپتزاز اول میشینه بعد یک کما بعد وایل بعد جمله رو جمله نبنزاز که دلیلش هست رو میگید با این نکته که فعل میاد آخر جمله قرار میگیره حالا شما این امکانم دارید که جای هابزاد جمله اصلی و نبنزاد رو با هم دیگه عوض بکنید چطوری؟ جمله بالا نگاه کنید ایست نیشتا وایل ایک خانک است حالا ما میخوایم جای اون دوتا رو عوض کنیم یعنی بگیم که چون که او مریضه او اینجا نیست این یعنی به که بگید او اینجا نیست چون که مریضه میخوایم بگیم که چون که اون مریضه اون اینجا نیست چه میشه راحت جای دو تا جمله رو با هم دیگه عوض می‌کنیم منتها یه نکته داره جمله نبنزات بالا چی بود وایل ا است نه دقیقاً بالا هم همون بود وایل است وایل است بعد کما می‌ذارید حالا نکتهش چیه نکتهش اینه موقعی که می‌خواید هاپزات سو بنویسید باز یادتون باشه که بایستی با فعل شروع بکنید تنها یه چیزش عوض شد وایل نبنزاتس که ثابت موند وایل اکلتت است کوما بعد دیگه نمیتونیم بگیم ایست نیشتا باعسی بگیم ایست ار نیشتا نگاه کنید که با زرد مشخص کردم اگر شما با وایل شروع بکنید جملهتون رو بعد کما بذارید بعد هاپزاتس باعسی با فیل شروع بشه ایست اaر نیشتا بالا چی بود ایست نیشتا پایین ایست ار نیشتا به همین سادگی دیدین دوستان دو مدل برای بیان کردن چرا و زیرا حالا در قالب جمله هستش حالا شما در تمرینات بنویسید که به چه دلیل شما آلمانی یاد میگیرید بگید ich lerne deutsch کما بعد دلیلتون رو بیارید و بعدش جمله رو برعکس بکنید یعنی بگید که چون که فلان چیز من آلمانی یاد میگیرم خب یعنی از هر دو گرامر استفاده کنید یک بار اول مثل حالت بالا با هاپساتز شروع میکنید مثل مثال سوم ایش لرنر دوچ کما وایل حالا هر چیزی و بعدش هم این گرامر آخر رو استفاده بکنید یعنی اول با وایل شروع بکنید و بعدش هم هاپساتزتون رو بیارید منطقه به گراماتیکش دقت بکنید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین دوستان تا ویدیوی بعد بدرود